راهش بحث آزاده. من اینجا یه نکته هم از ابتدا در نظر داشتم بگم، این بحث آزاد یکی از مواریث خوب آقای بنی صدر بود تو جامعه ما، این رو کردیتش رو به ایشون باید داد. از ابتدای انقلاب امتیازش رو باید به آقای بنی صدر داد. این بحث آزاد باشه، فکر خیلی خوبی بود و خیلی دریغا که این بحث آزاد متوقف شد. الان دیگه چند چیز فاش شده، یکی این که این برنامه یعنی پروژه انقلاب فرهنگی در حزب جمهوری اسلامی برنامه ریزی شد و شخص آقای آیت از کسانی بود که پشت این بود و در اون نوارهایی که از او به دست آمد و منتشر شد گفته بود که ما برنامه رو در دانشگاه ها خواهیم داشت که پدر آقای بنی صدر هم نمیتواند جلوی اونها رو بگیرد. این برنامه اجرا شد بدون اینکه ما مطلع باشیم. هرچه که بود دانشگاه ها بسته شد. آیت الله خمینی رهبر انقلاب تأیید کرد اون برنامه رو و ستادی رو گماشت تا دانشگاه ها رو بازگشایی کنن. حقیقتش از ابتدایی که ما در ستاد انقلاب فرهنگی نشستیم، کارمون و عزممون و فعالیتمون معطوف به بازگشایی یا بهگشایی. مسئولیت ستاد چی بود وسط؟ ستاد انقلاب فرهنگی در چارچوب پروسه اسلامی کردن دانشگاه ها تشکیل شد. بله، یکی از کارش اسلامی. هدف شما در واقع این بود که دانشگاه ها رو اسلامی بکنید. بله، دانشگاه ها رو اسلامی بکنیم به این معنا که اگر چیزی هست که ضد اسلام از اونجا بزداییم. البته حقیقتش چیز ضد اسلامی چندان وجود نداشت واقعش، ولی عملا اون چیزی که ضد اسلام شد عده‌ای استادهای دانشگاه بودن، عده‌ای دانشجو بودن و مقداری مطالب درسی اساتید دانشگاه بودن که تعدادشون پیشاپیش رفته بودن از دانشگاه، یعنی متوجه شده بودن که جاشون نیست. تعداد دیگری هم بود که کمیته های پاکسازی وجود داشت که اونها رو پاکسازی کرد. این کمیته های پاکسازی قبل از تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی وجود داشت، بعدش هم وجود داشت و کارشون هم مستقل بودیش، گزارش هم به ما نمیدادن. و قبل از هر چیزی اگر اجازه بفرمایید من برادران عزیزمون در ستاد انقلاب فرهنگی معرفی کنم. آقای دکتر شریعت مداری، آقای دکتر حبیبی، آقای دکتر سروش و آقای جلال الدین فارسی. و با اجازه شما اولین سوال رو در مورد مسئله اسلامی کردن دانشگاه ها که اساس کار هست از آقای دکتر سروش بخوام که در این زمینه مطالبی بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. از ابتدایی که فریاد انقلاب فرهنگی در این مرز و بوم برخاست و دانشجویان متعهد و دوراندیش ما خواستار آن شدند که دانشگاه ها همگام با انقلاب اسلامی ایران حرکت کنند، از همون ابتدا اونچه که در ذهن و ضمیر و بر زبان دانشجویان بود و خواست همه ملت انقلابی ما بود این بود که دانشگاه ها میباید سراپا عطر و بوی اندیشه اسلامی رو به خودشون بگیرند و این گلستان گلستان معطری باشه که هرگاه کسی و جویندهی وارد او میشه از همون ابتدا پشامش به این بوی دلنواز اطراگین بشه. بنابراین از ابتدا که امام امت هم فرمانی صادر کردند برای تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی، اون چرا هم که ایشون به ما توصیه کردند و امر کردند همین بود که در هرچه اسلامی تر کردن فضای دانشگاه و پی افکندن یک چنان بنیان الهی ما بکوشیم. در حقیقت به یک معنا تمام اقداماتی که ستاد انقلاب فرهنگی کرده و میکنه همش رو میتوان در داخل همین چارچوب قرار داد و محکوم همین حکم اصلی و عمومی دانست که چه در اونجایی که ما دانشجو میگذینیم، چه اونجایی که استاد انتخاب میکنیم، چه اونجایی که کتاب ترجمه میکنیم یا کتاب تألیف میکنیم یا رشته رو تعطیل میکنیم یا رشته رو باز میکنیم یا تغییراتی در برنامه های درسی میدیم، ما در زمینه اسلامی کردن دانشگاه ضمناً تا
تلاش کردیم که نیروی متعهد مدرس برای این دانشگاه ها هم تربیت کنیم، که این رو در صورت لزوم من در یک قسمت دیگری دربارش انشاءالله سخن خواهم گفت. با توجه به اینکه کار تدوین کتب دانشگاهی و در حقیقت یک مرکز نشر همونطور که خود شما فرمودید از اولویتی برخورداره، اگر آقای جلالی‌الدین فارسی در این زمینه مطلبی دارن در مورد مرکز نشر دانشگاهی اگر ممکنه بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. و آزاد شدن نیروهای دانشگاهی از کار آموزش، ستاد انقلاب فرهنگی همیشه مصروف این کرد که برنامه ریزی بکنه تا کارهای دیگری که در دانشگاه صورت می گرفته جایگزین کار آموزش بشه و این نیروها سرگرم خدمت در تحقیق چه در مراکز صنعتی و آزمایشگاه ها و چه تحقیقات نظری بشن و به همین جهت از برادران اعضای هیئت علمی دانشگاه ها خواهش کردیم که یکی از انواع فعالیت هایی رو که در این مرحله، مرحله جهاد دانشگاهی خواهیم داشت، انتخاب و اختیار بکنند. از آقای دکتر حبیبی، البته این مسئله چون خیلی بحث‌انگیز جالب هست از نظر بینندگان، مسئله بازگوشایی دانشگاه ها و همچنین مسئله نوگوشایی در حقیقت دانشگاه ها، اگر مطالبی دارید که بفرمید. بسم الله الرحمن الرحیم. برای این مسئله بحث‌انگیز از صورت که پروپیمون رو به این تن ضعیف محول کردن، بریم انشاءالله با تأیید خدایی باید گفت که ستاد انقلاب فرهنگی اونچنان هم که برخی از معاندان انقلاب فرهنگی گفتند و خصوصا در نهار بازار نفاق و درویی بیشتر تبلیغ کردند، اونچنان هم بیمایه و اندک مایه نیست و دستش اونطور هم که گفته شده خالی نیست. در هر حال دو اصطلاح هست که در این اواخر به گوش علاقمندان به انقلاب فرهنگی زیاد خورده، یکی بازگشایی و یکی نوگشایی دانشگاه ها. مایلم که این دو اصطلاح رو ابتدا روشن بکنیم که از این پس تفاهم بیشتر باشه و راحت تر بتوانیم که در مطالب آینده سخن بگیم. مقصود ما از بازگشایی دانشگاه ها راه انداختن دانشگاه های گذشته و ترتیبی دادن که این کار هر چه زودتر به پایان برسه و ما با دانشگاه هایی که از گذشته به میراث داریم خداحافظی بکنیم و اونها را به کناری بنهیم.